چه ضرورتی داره که این خودروساز بخواد بیاد یه فناوری جدید رو ایجاد بکنه که اگر امروز اعلام میکنه چند میلیون نفر صف میکشن که پول بریزن به حسابش، دو سال دیگه معلومی به چه قیمت، چه ماشینی، چه چیزی تحویل بگیرن؟ تو دنیا کجای دنیا، کدوم نقطه دنیای چنین حرکاتی اتفاق میفته؟ اون موقع این خودروساز میخوای دنبال این باشه که حالا من بهش بگم که مثلا بدنه خودرو تو میتونم ارتقا بدم، کیفیت رنگش رو میتونم ارتقا بدم، فیلترش رو میتونم نانوی بکنم، چراغ تو میتونم کیفیتش رو ببرم بالا، دنبال چی بگرده ایشون؟ ما تو این زمینه ها با شرکت های خارجی میتونیم کار میکنیم، اصلا اعتنا نمیکنن به ما. پلیمر سبکتر بدم ماده چیز. نه، میگه اگه چیزی میتونی ارزونش بکنی من بده، ارزون باشه، من هر آشغالی رو، هر بنجلی رو بذارم به این خود رو بچسبونم، مردم پولشو از قبل دادن. خب یعنی چی؟ اینجا چگونه میشه کار کرد؟ اقتصاد دولتی یکی از معضلات ما هستش. بخش خصوصی اگر یک ریال منافع داشته باشه، اگر یک فناوری باشه که یک جزئی بتونه رقابت پذیریشو ارتقا بده، کیفیتشو ارتقا بده، خیلی راحت ما باشون کار میکنیم. اون صنایع خرد و ریز به خوبی داره کار میکنیم باش. من به عنوان مثال مثلا همین شیرالاتو با پوشش های نانو، پوشش های با دوام، با کیفیت بالا انجام شده. ما سال 96 که ارزیابی کردیم همین تکنولوژی پوشش های تزئینی و با دوام و با کیفیت، یه چیز در حدود 350 میلیارد تومان محصول نانویی اومده تو بازار. چرا؟ برای اینکه کارخونه شیرالاتی ها همشون چی هست؟ کارخونه های کوچیکی هستن. حدود 20 تا 25 تا از این ماشینالات صنعتی پوشش های تزئینی رو که داخل ساخت داخل داشتیم اینا خریدن. ولی حالا شما برو به اون صنایع بزرگ که مثلا ما میگیم آقا قطعات خودرو رو ما میتونیم با پوشش های سخت کیفیت رو بریم بالا، مثلا برسونیم به استانداردهای اروپایی داخل موتور و قطعاتی که دارید، نگاه میکنن به این نه. کسی که ماشینالات هارد کوتینگ رو، پوشش های سخت رو در ایران ماشین صنعتیش رو ساخته، هرچه ما تلاش کردیم حدش خودش دوندهی کرد، یک واحد تو ایران این دستگاه رو ازش نخرید. من نمیدونم کدومتون مصاحبه رئیس بانک مرکزی رو مشاهده فرمودید زمانی که منصوب شده بود. خوب که صحبتاش کرد اون مصاحبه کننده، خبرنگار تلویزیون بود، گفت حالا این صحبت‌ها رو راجع به تولید کننده چی؟ گفت تولید کننده رو ولش کن، مصرف کننده رو بچسب. این بدبختی مملکت نیست؟ مگر تولید کننده رو ولش بکنیم که فردا بایستی همینا رو بریم عرض بدیم از خارج وارد کنیم؟ تولید کننده به بن‌بست برسه میخوای چیکار بکنی؟ به دنبالش بیکاری هستش. این سطح کلان تصمیم گیری مملکت. من حرفمو بی در پیکر میزنم اینجا. معاونت علمی تلاش زیاد کرده ها، بذار من اینو بگم، واقعا دوندگی کردن، ولی اون بالا شعور این مسائل رو نداره که بفهمه. من با همین ادبیات میگم راحت. خب این تولید کننده داخلی رو ورش کن، مصرف رو بچسب. این شد حرف، این شد سیاست ارضی مملکت.